بسم الله الرحمن الرحیم. باز هم به کورس MySQL Database Development خوش آمدین. به نام یاد خدا درس امروز خدا آغاز میکنیم. موضوعاتی که در جلسه گذشته هم ذکر کردیم عبارت از کیوری های insert, update و delete بود. در ویدیو قبلی در رابطه به دستور insert قوانینی که باید در زمان insert مد نظر بگیریم و به چند طریق میتونیم اطلاعات وارد کنیم به جدول، ذخیره کنیم به جدول بس کردیم. در این جلسه ما سر بالای دو کیوری دیگه update و delete بحث میکنیم که سینتکس چه قسم است، استرکچرش چگونه هست و چطور ما میتونیم ریکاردها را در یک جدول update و delete کنیم. باز هم موضوع ما مربوط میشه به موضوع SQL DML که DML هم Data Manipulation Language کارکردش، عملیاتش، ترانزکشنش بالای سطرها یا ریکاردهای جدول است که در بحث گذشته ما بالای insert بحث کردیم و در این بحث در جلسه فعلی خود ما بالای موضوع دلیت و اپدیت بحث میکنیم. در قدم اول کیوری دلیت چیست؟ کیوری دلیت عبارت از دستور هست، عبارت از فرمان هست که به خاطر حذف کردن یا به خاطر دلیت نمودن اطلاعات یا سطرها از جدول استفاده میشه. سینتکس از این قسم است که در قدم اول نام دستور، خود کلمه کلیدی دلیت، بعدا کلمه کلیدی فرام و بعدا نام تیبل. و در اخیر هم نظر به قواعدی که در نوشتار سینتکس SQL داشتیم سیمیکالن. این ساختارش است، این ساختار عمومیش است. زمانی که ما میگیم delete from students در مثال، تمام سطرهایی که 6 سطر باشه یا بیشتر از او باشه تمامش همزمان دلیت میشه. اما بعض اوقات ما نمیخواییم که تمام ریکاردها دلیت شود. فرض کنیم که ما میخواییم یکی از سطرهای مشخص یا بعض از سطرهای مشخص دلیت شود که به خاطر حذف کردن اطلاعات معین یا ریکاردهای معین ما در قسمت دستور دلیت یک بخش دیگه که به نام بیر کلاس است اضافه میکنیم که کلمه کلیدی بیر و بعد از او کریتریا کاندیشنال یا مشرطیه میه. کی بخش آپشنال است، اگر این بخش ندیم تمام سطرها دلیت میشه و اگر این بخش ما در دستور خود اضافه کنیم پس ما میتونیم که سطرهای مشخص یا معین را از جدول حذف کنیم. طور مثال delete from students شرطش است where student id مساوی به 5، به این معنی که ما تمام ریکاردها را از جدول student نمیخوایم دلیت کنم بلکه او شاگرد را میخوایم ریکاردش از جدول حذف شود که student idش مساوی به 5 است. در اینجا زمانی که ما بعد از اجرا کردن دلیت که کیوری اوکی میشه و یک رو هم دلیت میشه دوباره برش میگیم که select ستاره from student، در اینجا میبینیم که ریکارد student ID 5 دیگه وجود نداره و این معنی که نظر به شرطی که دادیم اما ریکارد معین دلیت شد. یک کیوری دیگه هم به خاطر حذف کردن تمام اطلاعات به شکل مجموعی وجود داره که به نام دستور ترانکیت است و چون این دستور نمیتونه پس دوباره رول بک یا کمیت شود به این خاطر این دستور معمولا از جمله دستورات DDL گفته میشه و این دستور ما زمان استفاده میکنیم که اطلاعات بخواییم به شکل مجموعی و دائمی از یک جدول حذف کنیم. طور مثال زمان که برش میگیم ترانکیت students تمام سطرهایی که در جدول students باشه تمامش دلیت میشه و بعد از او اگر ما سلکت کنیم بر ما میگه که امتی سید یعنی هیچ ریکارد باقی نمونده. ساختارش همی است که در قدم اول دستور خود ترانکیت و بعد از او هم نام تیبل. حال میریم همی دستورات در محیط MySQL عملا کار میکنیم. در اینجا باز هم use AIT دیتابیس خود فعال میسازیم و بعد از او برش میگیم که show tables. در این قسمت میبینیم که جداول که داریم در دیتابیس AIT دپت از students chart جدول هست. شاید students از کلاس های مختلف هست. به هر حال حالا میخواییم که ببینیم که کدام ریکاردها یا کدام سطرها در جدول STD هست. در اینجا ما میبینیم که 4 سطر داریم. آیدی 1, 2, 3, 4 هست. احمد، محمود، حمیده و فاطمه. قبل از اینکه ما بریم این ریکاردها را حذف کنیم یا دلیت کنیم ما میخواییم از روی از این جدول یک کپی دیگه یک جدول دیگه هم بسازیم که این کار ما به چند طریق میتونیم انجام بدیم. یک طریقش این است که create table has select ستاره from std. create table نام تیبل هم میدیم که
چون اونجا داریم به نام STD سیره داریم برش میمانیم STD 4. خب در این قسمت اشتباه داد به این معنی که فاصله بین تیبل و STD 4 گذاشته نشده بود و حال ریکارد 4 شد، یک تیبل ایجاد شد به نام STD 4 زمانی که برش میمیم که سلکت ستاره فرام STD 4 میبینیم که عین معلومات، عین دیتا و عین جدول در اینجا هم قرار داره. به این شکل اگر ما قبلا دستور انزرت خواندیم که به چند طریق میتونیم انزرت کنیم، اگر بعض اوقات ما میخوایم که یک جدول به این شکل بسازیم و تمام ریکارد های یک جدول به جدول دیگه کپی کنیم یا ببریم، ایره هم میتونیم. طور مثال create std5 و این student5 یا کلاس پنجم، create کلاس 5 برش امو ستون ها و بعدا دیتا تایپ و کانسترنتش هم معین میکنیم، مثلا SIT باشه از نوع init میتونیم برش بگیم که primary key کانسترنت primary key رو داشته باشه، NID هم از نوع init کاما مثلا sname میتونیم sname بانیم std name بانیم از نوع 4 20 و همچنان DID از نوع init. تیبل STD5 در اینجا ایجاد شد، کلمه کلیدی تیبل فراموش مشده بود این بالا به این خاطر ایرر داد، create table STD5. فعلا اگر ما ببینم select ستاره from STD5 در اینجا میبینیم که empty هست، فعلا دیتا نداره. ما میخواییم چی کار کنم؟ ما میخواییم چون این جدول هم مطابقت به این جدول داره و عین سطرهایی که در این جدول قرار داره در اینجا هم موجود است، پس ما میخواییم که در اینجا دیتا از رو انزرت کنم. پس برش میگیم انزرت into std5 داخل قوس select ستاره from std. در اینجا میبینیم کیوری اوکی شد، به این معنی که ما دیتا را انسرت کردیم اما خود ما قیمت ندادیم، ما گفتیم قیمت ها را تمام سطرها را برست جدول که به نام STD هست بگیره. پس حالا زمانی که برش میبینیم که سلکت ستاره فرام STD5 در اینجا میبینیم که همون ریکارد ها تمام شده این قسمت آمده. پس به خاطر که ما میخواییم دلیت کنیم در اینجا ما چند جدول داریم، STD4 هم شد STD5 هم شد، پس ما در قدم اول میخواییم دستور دلیت کار کنم. زمان که برش میگیم delete from std5 به این معنی که ما در اینجا شرطیه یا کریتریا ندادیم، فقط گفتیم که std5 delete شد. خب کیوری اوکی شد، 4 سطر افکت شد یا تاثیر کرد. زمان که دوباره میگیم select شد در اینجا میبینیم که ریکارد مکمل پاک شد. خب اگر دوباره بخوایم که دیتا در اینجا گذاشته شود، باز هم برش انزرت انتون انجام میتیم، دیتا را پس کپی از جدول دیگه در این جدول آوردیم و حال زمان که برش میگیم سلکت ستاره در اینجا میبینیم که دیتا موجود است. این بار ما نمیخوایم که تمام دیتا دلیت شود، این بار میخوایم که دیتای معین کسایی که فرض کنیم در دیپارتمنتشان نل هست یا تا فعلا دیپارتمنتشان موجود نیست، اینا دلیت شود. پس شرط برش میتیم که delete from std5 نام جدول میدیم. در این قسمت برای شرطیه یا ویر کلاس اضافه میکنیم. ویر شرط مایی است که دیایدیش مساوی باشه به نل، یعنی ما کسایی را که حالا فعلا در اینجا یک نفر است که دیپارتمنت آیدیش نل است یا خالی هست، ممکن است که 20 سطر یا 30 سطر یا زیاد مسئولین باشه که تا فعلا دیپارتمنتشان تعیین نشده و ما میخواییم اونا را چون در دیپارتمنت راجستر نکشدن دلیت شود، پس اینجا بر شرط دادیم که کسایی که دیپارتمنت آیدیشان نل هست تمامشان دلیت شود. زمانی که ایره کیوری را انجام میتیم پس دوباره select ستاره میگیم. خب در این قسمت میگیم delete from std5 ویر SID مساوی باشه به 1. در بالا میبینیم که SID که 1 است مربوط میشه به NID 123 احمد و DIDش هم نل است. ما شرط به اساس هر ستون داده میتونیم، فقط نام ستون باید درست اسپیلر ذکر شوه و بعدا زمان که اوکی میکنیم کیوری اوکی میشه و پس دوباره وقتی که انتر میکنیم میبینیم که اینجا به نام احمد کس نیست. به عین شکل اگر ما میخواییم که از جدول کسی را دلیت کنم که نامش حمیده هست، پس باز هم برش میگیم که delete
from std5. ویر ای بار شرط ما به اساس استینیم هست، چون شرطی ما به اساس نام است و نام هم از جمله کرکترها هست، بس ای به داخل کوتیشن باید گرفته شد. دلیت فرام نام جدول و بعدن ویر کلاس استینیم مساوی باشه به فاطمه. خب کیوری را اوکی کردیم، آل فعلا فاطمه موجود است. زمان که دوباره برش میایم که سلکت ستاره فرام استیدی فایف، میبینیم که محمود و حمیده مانده و فاطمه هم از این قسمت حذف شد. این بود موضوعات یا دستوراتی که در رابطه به دلیت بود. موضوعی که بعدی که میخوایم سرش بس کنیم او عبارت از دستور اپدیت است. اپدیت به خاطر بروز نمودن یا به خاطر تغییر دادن جدول است، ریکاردهای جدول استفاده میشه. طور مثال ما میخوایم که تمام جدول استودنتس اپدیت شود و لاست نیم مساوی به نظری شود در جایی که فرست نیمش مینه هست. یعنی به این معنی که لاست نیم مینه اشتباه شده بود، فعلا میخوایم نام مینه را اپدیت کنیم و لاست نیمش مساوی به نظری قرار بدیم. ساین تکسش قسم است که در قدم اول خود کلمه کلیدی اپدیت، بعد نام تیبل و بعد از او هم کلمه کلیدی ست کالمز مساوی به دیتا والیوم قیمتی که میخواین داده شوه و ویر کریتریاش. در صورتی که کریتریا نتین یا ویر کلاس نتین، تمام جدول مکمل امو قیمت را که دادین امو ستون به تمام امو قیمت به تمام ستون میگیره. حالا وقتی که ما میگیم اپدیت استودنتس، در اینجا میبینیم که مینه تخلصش یا لاست نیمش به نظری تبدیل شد. و در صورتی که کریتریا نتین یا شرط نتین، مثلا بگوین که اپدیت استودنت ست دیپارتمنت مساوی به آی تی، در اینجا شرط نیست، پس وقتی که کیوری ران شوه در این قسمت میبینید که دیپارتمنت همگی مساوی به آی تی شده. خب دستور اپدیت هم عملا کار میکنیم، بعدا میریم سر موضوعات بعدی. ما میخوایم در اینجا اپدیت شوه، فرض کنیم که حمیده میخواد که از دیپارتمنت 110 بره به دیپارتمنت 120، پس ما برش میگم دستور میگیم که اپدیت، اپدیت نام جدول هم از std5 set did، دیپارتمنت آیدیش یا دی آیدیش مساوی شد به 120. خب از تمام شاگرد ها اپدیت شود، نه خیر، شرطیه برش میتیم ویر sid مساوی هست به 3. خب کیوری اوکی شد. حالا دوباره زمان که برش میم سلک ستاره، ما گفتیم که حمیده را میخواییم اپدیت کنیم از دیپارتمنت 110 به دیپارتمنت 120. حالا میبینیم که محمود هم در دیپارتمنت 120 بود، حمیده هم اپدیت شد و در دیپارتمنت 120 رفت. ما گفتیم زمان که اگر شرطیه نتیم، در این صورت تمام ریکاردها اپدیت میشه. طور مثال اگر در اینجا ما در دستور اپدیت شرطیش پاک کنیم، برش بگیم که تمام دیپارتمنت ها مساوی به 130، در این قسمت میبینیم که 130، چون ما شرط ندادیم که کدام شاگرد در دیپارتمنتش اپدیت شد به 130، زمان که دوباره میبینیم تمام دیپارتمنت ها هر قدر ریکارده که باشد تمامش به 130 تبدیل میشه. این بود دستور دلیت و اپدیت. تا درس بعدی، الان نگهدار.